بخش از آموزشمون هست موسیم 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 به معنای فصل فصل سال موسیم به معنای فصل خب بریم سراغ متن میگه ایک باهاردا آچلار چیچک یک ایک آچلار چیچک آچیور ایک به معنای اول اولین ایک بهار همون بهاره یک بهار معنی تحت لفظیش میشه بهار اول یا اولین بهار مونتا اصطلاح مستقله و معنی مستقل داره معادلش میشه فصل بهار یک بهار یعنی فصل بهار دا هم که پسفنده به معنای در آچ آچ به معنای درخت دار و درخت آچ به معنای درخت لار هم که پسوند جمع هست آچ لار به معنای درختان چیچک چیچک در فارسی هم هست معادل کلمه چیچک به معنای گل چیچک به معنای گل آچیور هم که از کلمه از فعل آچماک ریشه میگیره معنای باز کردن چچک آچماک به معنای گل شکوفه کردن گل معادله فارس میشه شکوفه کردن گل میگه ایک بهاردا آچلا چچک آچلا میگه در فصل بهار درختان حالا شکوفا میشند. هاوا گونشلی و اچق ولور هاوا گونشلی و اچق ولور هاوا یعنی هوا آبو هوا گونشلی گونشلی یعنی آفتابی آچک به معنای باز واضح آچک در لغت به معنای باز واضح ولور هم که از فیل ولماک هست به معنای بودن یا شدن میگه هاوا گونشلی و اچک ولور میگه هوا آفتابی و صاف هست آچت اینجا به معنی هوای صاف یا دلباز هر شی ینیدن دویور هر شی ینیدن دویور هر شی یعنی همه چیز هر شی ینی به معنای تازه جدید ینیدن یعنی از نو دوباره ینیدن یعنی از نو دوباره دویور از کلمه دوماک ریشه میگیره به معنای به دنیا آوردن متولد شدن زاییدن دویور میگه هرشه ینیدن دویور میگه همه چیز از نو منظور اینه که همه چیز جدید میشه دوباره میگه مثلا طبیعت دوباره از نو شروع میکنه میگن هرشه ینیدن دویور میگه همه چیز باز نو میشه زللیکله دعا ینیدن باشلیار زللیکله دعا ینیدن باشلیر زل بخش اولش به معنای خاص مخصوص زل به معنای خاص مخصوص زللیکل یعنی مخصوص به طور خاص زللیکله یعنی مخصوص دعا دعا یعنی طبیعت دعا یعنی طبیعت ینیدن یعنی از نو باشلیور هم که از فعل باشلاما کلیشه میگیره به معنای شروع, شروع شدن آغاز شدن میگه از دعا ینیدن باشه میگه مخصوصا طبیعت دوباره نو میشود یازده پیکنیک یا پیوروز یازده پیکنیک یا پیروز یاز به معنای فصل تابستان یاز به معنی فصل تابستان دا پسفنده به معنی در یازدا یعنی در فصل تابستان پیکنیک همون پیکنیک یا پیوروس هم که از فیل یاپماک میاد به معنای انجام دادن کاری پیکنیک یاپماک به معنای پیکنیک کردن تفریح کردن به پیکنیک رفتن میگه یازده پیکنیک یا پیوز میگه در فصل تابستان میریم به پی... پیکنیک میکنیم یا تفریح میکنیم به تفریح میریم هوا چوک سجاک اولدوی چین گنلیکل دنیزه گیدیب یوزی یوروز Hava çok sıcak olduğu için genellikle denize gidip yüzüyoruz. Hava çok sıcak, çok bir manayı sıcak bir manayı, manayı, manayı germ, dağ. Sıcak bir manayı germ. Çok sıcak yani çok germ. Olduğu için yani bir inke. E, genellikle genel bir manayı kol umum. Genellikle yani memulen e, به طور عموم یا به طور کلی دنیز دنیز به معنای دریا دنیز به معنای دریا ا پسفند متناسب به معنای به دنیزه یعنی به دریا گیدیپ گیدیپ از فعل گیتمک است معنی رفتن یوز یوروس هم که از فعل یوزمک ریشه میگیره به معنی شنا کردن شنا کردن در آب گیزی یزمک میگه هوا چک سجاک اولده او ایچین گنلیک لی دنیزه گیدیب گیزی یوروز میگه هوا به خاطر اینکه هوا خیلی گرم میشه و همین خاطر میریم دریا معمولا به دریا میریم و شنا میکنیم دندرما یوروز دندورما یوروز دندورما به معنای بستنی دندورما یعنی بستنی ریشه از ریشه دنماک هست دنماک به معنای یخ زدن یخ بستن دندورما هم که چون،, چون, معمولا یخی هست یا سرده از همون کلمه گرفته شده یعنی ریشهشون یکیه دندورما یعنی چیزی که یخ بسته معادلش میشه بستنی دندورما یعنی بستنی یه یوروس هم که از فعل یمک ریشه میگیره به معنی خوردن دندورما یوروس یعنی بستنی میخوریم سون دا اکولار باشلیور سون دا اکولار باشلیور سون یعنی آخر پایان بهار هم که بهاره سون بهار معنی تحت لفظی میشه بهار آخر یا آخرین بهار ولی معادلش همون فصل پاییزه ایک بهار یعنی فصل بهار سون بهار یعنی فصل پایز ایک یعنی در فصل پاییز اکول اوکول یعنی مدرسه دانشگاه لار یعنی پسوند جمع هست اکولار یعنی مدارس یا دانشگاه ها باشلیور شروع میشه میگه سون باهاردا باشلی و میگه در فصل پاییز مدارس یا دانشگاه ها باز میشه یا شروع میشه وهاوا یاواش yavaş صک ولویور و هوا yavaş یاواش سوک ولویور yavaş به معنای آهسته آرام یاواش یاواش یعنی آروم آروم آهسته آهسته یاواش صوک به معنای سرد صقک به معنای سرد متضاد کلمه سجاک هسته سجاک به معنای گرم صک به معنای سرد اولویور هم که از کلمه اولماک هست میگه هوا یواش و سو کلیور میگه هوا آروم آروم سرد میشه یا رفته رفته سرد میشه کش اولونجا کار یایور کش اولونجا کار یار کش به معنی فصل زمستان کش به معنی فصل زمستان کش کار به معنای برف هست کار به معنی برف یامور به معنی باران کار به معنای برف یایور هم که از فعل یامک ریشه میگیره به معنای باریدن یامور یامک یا کار یامک به معنای باریدن میگه کش olunca کار یایور میگه موقعی که زمستان میشه یا در فصل زمستان برف میباره کاردان آدم یافیروز کاردان آدم یافیروز کاردان آدم یعنی آدم برفی کاردان آدم یعنی آدم برفی آدم یعنی مرد و شخص کار هم یعنی برف کاردان آدم یعنی آدم برفی یا هم یعنی میسازیم کاردان آدم یا میگه آدم برفی درست میکنیم آچلار و دعا چیچک و میویلری آرتق اول میور آچلار و دعا چیچک و میویلری آرتق اول میگه درختان و طبیعت دعا یعنی طبیعت دعا چچک و میوه میوه یعنی میوه میوه از همین ریش است اقتباس شده شده میوه ارتک یعنی دیگه اولمیور هم که شکل منفی کس میگه آچلار و دعا چچک و میوه لری آرتک اولمیور میگه درختان و طبیعت دیگه گل و میوه ندارن یا نمیدن